به شم هشم نسله و نسلی از تورا سیبالانو مشه مراشا قهیلت یعقوب بزرت هشم ایدوارا صفحه 827 هستیم سیمان شین لامد آلف پرق آلف یه میسوات شمیتا پایه های میسوای شمیتا میفرماید آلف میسوت هسته میسوای هست. می امری که تحتیل کنه از کار زمین و کار درخت در سال هفتم شنه مد به شاوت حارس و تعطیل کند زمین تعطیلی برای خدامه من و که به خاریش و قاسیر تیش بود یعنی در شخم و در درو تعطیل کن به خلا حسن ملخا هر کسی که کار میکنه از کارهای زمین یا درخت در این سال باطل کرده میسوای امر و گذشته بر لوت هسته شنه من ساده لوتیز را به خرمه لوتیز مرد یعنی سهرایت را زراعت نکن تا کسانت را حرست نکن و شلوش میسوت کلالیوت نمرو به هشوید هش هشویت سه تا میسوای کلی در مورد سال هفتم هست تعطیل کردن زمین که تعطیل کنه از کارهای زمین در سال هفتم و همینطور کار درخت و امثال این و همینطور شمیتا دو و دوم تعطیل کردن به صلاح رها کردن میواست که اون رو بی صاحب کنه و تمام محصول صحرا و درختان این سال رو و همینطور رفتار کنه قدوش های در محصول صحرا و درخت این سال و همینطور از بین ببره از خونش تمام انواعی که تو خونش گذاشته وقتی که تموم شد این محصول از صحرا و میسوای شمیتت که صافیم رها کردن پولها که رها کنه تمام اون بدیهایی هایی که از دیگران به او هست طلبایی که داره در آخر سال شمیتا و نگاه کن در زیل در موضوع شمیتا رو در این زمان شماره بت میفرماید شنت از شمیتا سال شمیتای واقعی سال 5761 است و بعد میشه 5760 است و همینطور میاد جلو و همینطور میناگ منتشر شده و است در تمام اسرائیل که حرکت نمیکنن از این مین ها ای این رو تغییرش نمیدن و نمیشمارن این سالها رو از خلقت دنیا بلکه شروع این شماره بعد از چهارده سالیه که اونها وارد شدن به اسرائیل به سرزمین ارست و اون وقت خیاب شد جامعه اسرائیل به میسوای شمیتا در نتیجه سال شمیتای اول در سال بیست و ورودشون به ارست هست شماره گیمل میفرماید که شویئیت رفتار نمیشه مگر در ارس اسرائیل فقط کن گفته هرگاه بیایید به آن سرزمینی که من میدهم به شما و تعطیل کنید زمین رو تعطیلی برای خداوند به جز میسوای شمیتت که صافیم رها کردن پول ها که رفتار میشه همچنین در خارج از ارس و در این زمان نگاه کن بعدا توضیح میده ولی در خوست رها کردن زمین ها رها کردن میوه ها رفتار نمیشه اصلا و در این زمان نگاه کن در زیل ولی در خوسلارس و همینطور در خارج از ارس رها کردن زمین و رها کردن میوه ها حتی از ربانان هم رعایت نمیشه پس این مسئله رها کردن زمین فقط تو ارسه ولی رها کردن پول ها تو خوسلارس هم انجام میشه شماره دالت میفرماید که نیز در ارث اسرائیل این کل همه قموت شاویم. تمام مکان ها هم برابر نیستن از قانون شمیتا بلکه مکان هستن که تسخیر شدن نیز توسط اونایی که از بابل اومدن بیرون رفتار میشه در آنها تمام قانون های شمیتا و مکانی که تسخیر شدن فقط توسط اونایی که از مصر اومدن بیرون رفتار نمیشه اونجا ایسوره اون خودروها فقط ایسوره که کار کنن. اونجا کار زمین که در شمیتا آسور همینطور اون چیزی که بزرگ میشه اونجا قودشه به قدوش شویت و باید از بین ببرن اون اونهایی که رشد میکنه در زمان از بین بردنشون و مکانهایی که تسخیر نشدن نیز توسط اونهایی که از مصر بیرون اومدن نیز اگر اونها در مرز به صلا امن ارس باشن نفتا نمیشه اونجا دین شویت اصلا و چون که اختلاف دارند پسخین بر مکان اینها بنابراین سباکت می نیز, نیز در قسمتی از قسمت های ارست می که رفتار کنن تمام قانون های در تمام قسمت های ارست اون قسمت شمالی و درومی جنوبی برازمی که رفتار کنن اونجا ایس ایسور کار در سال افتون و تمام محصولی که اونجا بزرگ میشه قدش به قدوش های شویت ما دوتا زمان داریم که اونا از مصر اومدن بیرون یه سرزمین ها رو گرفتن و بعد که اول بابل اونا که از بتنبش دوم اومدن آباد کنن از بابل اومدن بیرون پس اینا با هم تفاوت هایی داره شماره یه می فرماید ایلت قسمت ایلت حساب میشه به خوست دارست در مورد وظیفه تروموتو و رو و در مورد شوید و تمام اونهایی که بزرگ میشن اونجا در زمین اسرائیل هست نیست در اونها قدوش های سال هفتم و در اونها ایسور خود روحا فقط لازم نیست که انجام بده اونجا دو روز یومتو و گالویوت و سخت نمیگیرند. در اینکه که تفیلی نگذارن در ایسروخک و و دمود گردش برای عیلت دینش مثل گردش در خوصاله هستن که برای عیلت مثل خوصاله هارست و به هر مجاز میکنن که خارج بشن به خوصاله و به اون صورت هایی که مجاز میکنن برن خوسلارس برای ایلت هم مجازه پس عیلت قسمت خوسلارس حساب میشه فقط اونجا دو روز یوم تو به گالوت نمیگیرن قسمت سوریا نیز شماره با با وجوده که شوییت رفتار نمیشه در اون از تو حکم کردن بر اون که آسور باشه در کار هفتم مثل ایرست خاطری ای که ول نکنن ایرست برن اونجا که ساکن بشن بنابراین هفتم رفتار میشه از ربانان در چیزهایی که متصله به درخت من اینطور قدوش های هم بر اون محصولی که بزرگ میشه در سوریه است فقط نیست گذرای اون خودروها در سوری، سوریا یعنی سوریه و اون خودروها مجازن بخوردن همونطور مجاز کردن خخامیم که انجام بدن کار در چیزی که کنده شده مثل خرمنکوبی کردن با کردن اینا کنده شده است و و تمام این در زمین مال فرد یهودی ولی اگر در زمین غیر یهودی در سوریه این اون میوا از هر نظر خل غیر قدش حساب میشن و نیست در اون قدش های هستن و نیست موتاره بر اسرائیل که اونجا به چیزی که به زمین متصل مار صحرای غیر یهودی اونجا کار بکنه قسمت گلان شماره زین میفرماید و همینطور اون طرف یردن شرقی سال افتم رفتار میشه در اونها به هر صورت از ربانان یعنی آسوره که کار کنن اونجا کارهای زمینی که من ممنوع در شمیتو طور کارهای درخت ولی اون سفیجاتی که بزرگ میشن در گلان مجازه خوردن. یعنی در اون ایسور سفیخین یعنی خودرو لیکن در دارم گلان یعنی از جنوب گلان سخته که سرقف سبک بگیرن همچنین در مورد اون چیزهایی که خود روح هست شماره خط میفرماید محصولی که بزرگ میشه در یروشالایم بین اون دیوارها رفتار میشه بر اون تمام قانون شوید با وجود که یروشالایم قسمت نشد به سب تا فنیست که یروشالای میستاده در قدوشتا تا به عبد باطل نشده هیچ وقت میکن مقام شویتی رفتار رفتا نمیشه در اون مگر از ربانان مثل تمام ارس اسرائیل شویت در یروشالای من مثل تمام ارس اسرائیل از ربانان رفتار میشه تت دعت اکثر پسخی که شمیتا در این زمان رفتار نمیشه از تو را بلکه از ربانان و همینطور حصل علاخاس و تمام شک هایی که در شویعیت هست ما میگیم شک ربانان سبک میگیرن که دینش مثل ایسور ربانانه که ما میریم در شک امروزه تو ارس شمیتا از ربانانه و شکش سبک میگیریم یود کسی که مهمون میشه نزد خانواده مذهبی در سال میشه میتا که اونا وارد نیستن به علاقهایی که سخت بگیرن در قانون های سال هفتم و نمیدونن آیا اون سیفیجات مجازه بخوردن یا که اونا خودرو هستند هستن که غیر ممکنه واضح کنن این رو به راحتی باعثی که سباکی بگیرن که دنبال اکثریت میریم اگر اکثریت از هتره که فروخته میشه میتونن بخورن اون سیفیجات و همینطور موقعی که اکثریت نیست این موضوع حساب میشه به شک ربانان و میشه سبک گرفت یازده میفرماید که نیست شمیتا در این زمان رفتار میشه از ربانان اون یوول رفتار نمیشه در این زمان اصلا شمیتا از ربانان یوول رفتار نمیشه و در زمان ما نداریم میسرای شمردن شمیتین شمیتا و یوول ها قسمت دوازده میفرماید در ارس رفتار نمیشه که بگیم تیقون لیا رو در سال شمیتا راست ندارن که بگن تیقون راخل در سال شمیتا در ارست در سال شمیتا راست ندارن که بگن تیقون راخل در قسمت تیقون خسوت ولی تیقونا رو میگن همچنین در شمیتا یعنی تو ارست در سال شمیتا فقط تیقون لیا می ولی در خوسال ارست تیقون راخل هم می مثل همیشه و در ایام بنمساریم راست دارن که بگن تیقون خسوت رو بر از نیمروز و این چنین راست در سال شمیتا هم هست همچنین در سال شمیتا بایستی که ازاداری کرد ناراحتی کرد بر خرابی بت همیق داشت شماره سیزده می اونهایی که عادت دارن کمان رو ببندن در تفیلا قبالا اونهایی که با قبالا تفیلا کوانا ها می بندن میاد در سال شمیتا ولی در خصوص لارت اونهایی که عادت دارن کمان رو ببندن بر طبق صد ادامه میدن. به طور عادی همچنین در سال شمیتا شماره 14 صفحه 829 ادامه میدیم میفرماید موقعی که براخا میگن شیانو در براخا قیدوش شب اول روششانا درسته که نیت ببنده همچنین بر اجرای میسوت سال شمیتا تتواب مجازه که تنهید بگیره تفیلا بخونه موقعی که بارون میاد برای که بارون بیاد در سال هفتم میشه تندید بگیرن تفیلا بخونن که بارون بیاد سال هفتم که سال هفتم تعطیل کار نمیکنن رو زمین و برداشت نمیکنن همه آزاده ولی همه است ولی بازم میتونه تفیلا بخونن تد زنگ سگولایی انجام نمیدن به خاطری که زمین محصولش رو بده در سال شمی تا بقیقتا کارایی که اون اه... طریقه سگولاه مجاز با تغییر که دل شما شماره میفهمد آسوره که اجیر کنه اجاره کنه بهتره بگیم صحرا رو در ایرس اجاره بده ببخشید آسوره که اجاره بده صحرا رو در ایرس اسرائیل به گوی از جومه شوید به منظوره که کار کنه در اون در شوید از قبل از شوید میان صحرا رو اجاره میدن به گوی به منظوره که توش کار کنه چرا در اکثر پسقیم اینه که گدر میسوانه بیشتر به شاپ این تعطیل کنه از زمین،, زمین یعنی توسط صاحبان صحرا که نگران باشن که اون زمین خودشون تعطیل باشه و این میسواه در خود زمین پس آسوره که بیاد این رو اجاره بده به گوی که دیگه بتونه شوید درش کار کنه چه این کار اجازه نداره بکنه شما را یوت خیلی آسوری که به غیر یهودی بگه که براش کار کنه در زمین در شوید و لیکن کارهایی که از ربانانه در مواردی که مخلوقت هست امکان داره که توسط غیر یهودی سبک بگیریم پس آسوره که از قبل از شوید بیاد سهراشو اجاره بده به گوی و آسور که به بگه بیاد سال شوید براش کار کنه حالا کارهایی که از ربانانه و مخلوقت دارن بحث روش میشه توسط گوییم سبک گره شماره یوتت میفرماید با وجوده که دهت رمبام اینه که مجاز نمی کنن که کار تورا رو انجام بدن همچنین اگر این کار میاد به نیاز بقای درخت فقط که میخوان این درخت بمونه با تمام این توسط گوی این باعث سبک گرفت که نیز انجام بده این کارهایی که از مثل اون کارهایی که میان برای بقای اون درخت و به خصوص که اصلا که مجاز میکنن هر کاری برای بقای درخت نیز در کارهایی که از برای سال شویت در, سال شوییت در این زمان از ربانانه و توسط گوی مجاز حتما که بایستی اتکا کرد که سبک بگیره که انجام بده هر کاری رو توسطش بخ... به بخ... شرطی که برای بقای اون درخت باشه یعنی کاری که برای بقای درخت میتونه بگوییم بگه که انجام بده کاف میفرماید مجازه برای اونا که عمده فروش هستن که تامین کنن سفیجات و برای اونا که شوییت رو نگه میدارن که یک سندی بنویسن با اون به اصطلاح کشاورزای عرب که و به اونا پول بدن از ابتدا به منظوری که بخنن اون تخما رو که زراعت کنن تو سرشون تو ارست و در سال هفتم بفروشن به اونا در سال شبید اون محصولی که از صحرا میاد و تمام این به شرطی که در صحرایی که مال غیر یهودیه یعنی از غیر یهودی میخرن سند بنویسن که از غیر یهودی بخرن کاف آلف میفرماید که یه بچه ای که دور از همه فلج از دکترها تعیین کردن به خاطر سلامتیش که باید رو سبزه ها علف ها ورزش کنه و والدینش میخوان که یک به وجود یعنی بکارن یک فضای سبزی رو گیا و علفی رو در سال هفتم توسط غیر یهودی اگر امکان دیگری نیست باعث که سبک بگیره در آن که شاید اون فضا و اون توده سبزی شبیه باشه بگیم به اون یک آسیسی که سوراخ داره که میکارن در زمین و همینطور یک گلدون سوراخ دار که قرارش میدن تو زمین و همینطور این شبوت دیشوته یعنی دو تا از ربانانه که مجاز توسط غیر یهودی به نیاز بیمار و نگاه کن در زیل که توضیح داده شده است که خدوشای شویت در گیاه نیست بنابراین مجازه که روز بوش بوده و اینکه اون رو بسوزونه و امثال این ادامه پرق بت دین توصفت شوید یعنی اضافه کردن به سال هفتم سال شمیتا شروع میشه از اول ماه تیشی روششانا یعنی شمیتا از روششانا شروع میشه و خاطر کنه کنه میکنه در 29 ماه الول جمعه روششانا در موقع عصر بلکه الاخال موش میسنهی که تمام زمانی که به تمیق داشت بابجا بوده آسور بوده در کار زمین سی روز قبل از شمیتا و این دین اضافه شویته پس زمان به تمیق داشت سی روز قبل از شمیتا آسور بوده خخامنون نیز آسور کردن شخم رو در صحرا در که محصول میده از پسخ و در صحرای ایلان از شاووت سال ششم لیکن در زمان ما مطالعه اکثر اون کارهای زمین تا روششانه های تشسخ یعنی 768 و ما نداریم در این زمان قانون تو صفت شوید بلکه لازمی که اضافه کنه یک اندازه کمی از جمعه روشنشان ها مثل هر اضافه ای نگاه کن در زیر در مورد کاشتن درخت ها پس بنابراین امروزه اصلا ما تو صفت نداریم که بخوایم زودتر از سال هفتم تعطیل کنیم کار زمین رو بلکه لازمی که یه مقدار کمی از جمعه روشنشان ها اضافه کنیم بهش که مثل هر تو دیگه ای که هست شماره بت میفرماید با وجودی که در این زمان نداریم قانون تو شوید همونطوری که گفتیم با تمام این آسور کردن خواهیم که بکار درختی که درست میکنه میده میوه کمتر از چهل و چهار روز قبل از سال میتا. و این استثنای پس که این کارو نمیشه کرد در این زمان که اون کسی که میکاره پیوسته به سال شمیتا حساب میشه مثل اینکه سال شمیتا کاشته بنا ولی کسی که میخواد بکاره درخت های خوراکی رو قبل از سال شمیتا مواظب باشه که بکاره تا 15 آو جمع... مال جمعه شمیتای 5767 نزدیک به شقیا که این چنین از روز 16 ام آب آسوره که به کار درخت و در مکانی که کاشته در 16 عام... در 15 آو سال شمیتا بشماره اینجا سال دوم به عنوان اورلا پس اینجا چون از 15 آب آو کاشته سال شمیتا می سال دوم از نظر اورلا و از روز تز زین یعنی 16 همه آب آسوری که بکاره درخت های خوراکی میکنه درخت های خوراکی که میکارن قبلا با اون گلشون قبل از توب آب مجازه که بکارن تا 29 همه آب پیوسته به شقی ها که اون این شتیل این به اصطلاح این نهال احتیاج نداره به جذب اضافه خودش گل داره به شرطی که در زمان نتیا اون گلش جدا و متلاشی نشه ازش خب پس این استثنایی بود برای درختانی که اونها رو نمیتونیم بکاریم درختانی که میوه میده ما باید قبل از چلو روز از سال شمیتا اون رو بکاریمش یعنی تا پونزه آب باید کاشته باشه شماره جیمل میفرماید که درختی که بی سمره که میوه نمیده و همینطور درختانی که زیبایی در میکارن برای قشنگی برای عطر و بو امثال متاری که اونها رو بکارن همچنین بعد از تز آو پس که میگن نکاره ایلانوتر سراغ رو یعنی اون درختانی که بی سمره که شروع میشه از دو هفته قبل از روششان اونم نکاره بعضی ها میگن به خاطر که جز نشه در زمین و اصلا که اختلاف دارن من میگن درختان بی سمر میتونه به از تا نزدیک و همطور اصل دینه پس درختان بی سمر میتونه به کار تا پیوست روششانا و همطور اصل هر خواهد باید مقام خیلا بایستی که خاتمه بده اون کاشتن رو تا تو به خودش پونزده ماه الول پیوست به شقیا خاطر اینکه جذبشون در سال شمیتا نشه و به مخلاقت وارد نشه درختی که یا پایه ای که میکارن قبل از 15 آب مجازه که لرکی یعنی بکاره رو یعنی پیوند بزنه روش یک درخت رخف درختی که روش سوار میشه تا اینکه م... پیوست به روششان ها چون که نمیشمارن سار اولا رو از زمان اون کاشتنش بلکه از زمان, از زمان پیوندش بلکه از زمان کاشتن اون پایه نمیشمارن سار اولا رو از زبان پیوند بلکه از زمان کاشتن اون پایه و حتی در پایه بی سمر هم حتی وقتی که پیوند میدن رو اون پایه کمتر از بلندی یک تفخ هست مادامی که روی زمینه حتی اگر این چنین باشه یعنی سراک باشه بی محصول باشه بی میوه باشه حتی در پیوندی که روی پای است کمتر از بلندی تفخ مادامی که روی زمینه در خط خیلا که خاتمه بدن اون پیوند دادن رو به صورتی که جذب بشه قبل از روش هشانا شماره ه میفهمید اصلا که میگن باید که سخت بگیره به تمام کار زراعت در شوید که نکاره سه روز قبل از روش هشانا نظر بعضی هاست به خاطر اینکه اون جذبش در سال هفتم نباشه بعضی میگن در این زمان لازم نیست که سخت بگیرم اینا من که خوبه که هریکی سعی کنه که خاتمه بده اون زراعتش رو به خاطر اینکه جذب قبل از روششان ها و وارد مخلوقت نشه شماره یود شماره واو میفرماید که ایقار لعلاخا اصل لعلاخا اینه که چون در تکثر ریشونیم که ایسور خودروها مادامی که کاشته شده و ریشه دوانده قبل از هفتم هست که نیست ایسور سفیخیم مادامی که قبل از هفتم ریشه دوانده بنابراین باید که مشورت بدن به اون کشاورزا که بکارن اون نهال رو با ریشه برهنه سه روز قبل از روششانا بخواد که اون وقت جذبش قبل از روششانا باشه و موقعی که زراعت میکنه زراعت بکاره تا زمانی که جوانه بزنه قبل از روششانا مثل گزر که اون به صلاح هویج که اون دو هفته است و جایی که امکان داره ای سوره خود رو مثل ای که میخواد زراعت کنه در 29 ملول و ریشه بزنه در شوید که از در اون ایسور سفیخین یعنی خود رو زراعت نکنه به خاطر که در این غیر این صورت لازم میشه که اونو ریشه کن کنه از جا درش بیاره شماره یه زین میفرماید که اصلا که میگن زراعت نکنم گل گلها و سوسن ها که نیست در اون تعم و برای بو فقط پیوست به روششن ها بازی هم بازی هم میگن های بویدنی هم نکاره بعضی اختلاف دارن مجاز میکنن که بکارن تا روششان شوید و البته گل هایی که توی گلدونه و همطور اصل خاص بس گل هایی که بودارن میشه و میکن مقام شایستن که جلو بندازه این زراعت اون گل ها رو به خاطر اینکه جذبش قبل از روششان های سال هفتم باشه خط میفرماید که محصول و قیتنیوت یعنی حبوبات درست و شایسته جایی که امکان داره که جلو بندازند برای که بکارنشون به خاطر که برسه به یک سوم رشدشون قبل از سال شمیتا و نرسه بالت ایسور سفیخین یعنی خودروها لیکن این برای راحتی مطلب هست تت میفرماید باید کارایی کارهایی که مجازن که انجام بدن در سال شمیتا در مکانی که ضرر میکنم تو که توزداده خواهد شد شایستن که جلو بندازه که انجام بده قبل از شمیتا به خاطری که لازم نباشه که در سال شمیتا انجام بده کارا رو قبل از شمیتا انجام بده مواردی که باعث ضررش میشه شماره یود میفرماید از روز تتزین یعنی 16 آب به بعد درخت خوراکی نکاره اونایی که روشش بره نست آشکاره اگه کاشت به ایسوره مادامی که کاشته در تد زین یعنی شونزده همه آب در مورد اورلا میشمالیم سال شمیتا تارو سال اول فقط خیام نیست که بکنتش اون درخت رو ولی اگر کاشت یا ای که خواباند یا ای که پیوند داد درخت خوراکی از روز ایوده همه آب به بعد باید بکنه درخت رو اگه نکند میوه ها به دیعوت مجازن و اگر اون طرف فوت کرد قبل از اینکه اینا رو بکنه خیابه که اون وارث اینها رو بکنه شما رو یازدن میفهم درخت خوراکی که باد اون رو ریشه کن کرد یا که رودخانه سیل زد بردش جای دیگه یه درخت خوراکی باد زد سیل بردش یه جای دیگه بس با او مقدر. کمی خاک اطراف ریشش مادامی که میتونه با اون چند روز این تا دو هفته زنده بمونه این کاشته شده حساب میشه اونجا که عبور بدن درخت رو به مکان دیگری با خاکش فقط نیز اگه نزدیک روششان هم است و این حساب نمیشه کاشتن چون که خاک داره دو هفته میتونه با اون خاک خود زنده بمونه همچنین شوید خودش هم مجازم طوری که فرزل توضیح داده خواهد شد همینطور درختان میوه که کاشتن اونها رو با اون کلوخی که در میانه گلدون سوراخدار هست قبل از پونزدهم آب و میگذارنش روی زمین آشکار قبل از روششانهای قبل از روش خود شلور مجازی که بکارتش تا اصل روششانهای شمیتا مادامی که اون گوش اون کلوخ باقی مونده کامل و شمیتا حساب میشه به سال دوم از شماره سار ارلا دوازده اگر نیاز است که بکار درختی رو در جمعه شمیتا در در باغهای شخصی یا جماعتی اگر اونا درخت های بی سمرن سعی کنه جلو بندازه دو هفته قبل و اگر اینا خوراکی هستن باید بیاره اونها رو با گلش از اطراف که بتونه با خاک بمونه چارده روز و اون وقت میکاره تا ارب پس اگر این درخته تو جای عمومی میخواد به لازمه اگه بی سعی کنه که دو هفته قبل بکاره اگه خوراکیه باید با گلش بیاره که بتونه چهارده روز بمونه و اون رو میکاره تا ایرب روششانه اگر گوییم کاشت بعد از شونزده همه آوه پنج و بدون اطلاع بله بعید از کس که لازمه اون بلبعید بکنه اون درخت چون که یهودی صاحب درخته بنابراین باعثی که بترسیم که سویزن ببرن که کاشته سال شمیتا و این موضوع آسور از نظر مریت تا این که دقت کنن در این عملا و در درخت بی سمر قبلا توضیح داده شد که لازم نیست که سخت بگیره 44 روز فقط خوبه که جلو بندازه دو هفته قبل از روششانا و به که کاش درخت رو در جمعه روششانا حتی اگر اسرائیل هم کارو کنده کرده جمعه رو لازم نیست که اون رو از ریشه در بیاره بارو خشم لعلام آمن و آمن